صلاح الدین نوجوان 13 ساله، شیخ سعد نوجوان 13 ساله، این دو همسن یکدیگر هستند. صلاح الدین قرآن کریم را چنان حفظ کرده است که جهان را تکان داده است و باور نخواهید کرد، حتی داورهایی که در آنجا حضور دارند خیلی متعجب میشوند. و شیخ سعد را که میشناسید نیاز نیست که معرفیش کنم، نابغه قرن است. در این ویدیو شیخ سعد و صلاح الدین را در نگاه حفظ قرآن عظیمشان مقایسه میکنیم که کدام آنها بهتر قرآن کریم را حفظ کردند. یک نکته را هم برایتان میگویم که 100% این بار شیخ سعد شکست میخورد، مطمئن باشید. خب در کنار این، حالا وقتی که من و شما قرآن کریم را در ماه مبارک رمضان ختم کنیم، چگونه سجده تلاوت را ادا کنیم؟ جواب این را استاد عبدالصمد قاضی‌زاده برایمان بیان میکند و بعداً ویدیوی شکست شیخ سعد را در مقابل صلاح الدین تماشا میکنیم. پس تا اخیر با ما همراه بوده، لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. دیدگاهی بعضی از فقها 14 سجده تلاوت است و بعضی فقها دیگر می نظرند 15 سجده. به هر حال هر دویش صحیح است. آیاتی که در او سجده تلاوت است یا سوره هایی که در او سجده است در سر صفحه هر قرآن، یعنی وقتی که در آیات سجده می رسید در اول صفحه یا مثال در این قسمت یا در این قسمت اینجا نوشته است، در سوره نحل است مثلا آیه 49 سوره نحل آیه سجده است، در اینجا نوشته است سر صفحه سجده، مطلق سجده نوشته است. به این معنی که شما وقتی آیات را خواندید باید سجده تلاوت را به جا بیاورید. حکم سجده تلاوت هم در بین فقها دو تا دیدگاه وجود داره. یک عده به این نظرن که واجب است، احناف، یعنی واجب چیزی کمتر از فرض است یا پایینتر از فرض است. ولی بعضی از فقهای دیگر به این نظرن که نه، سجده تلاوت سنت هست. به هر حال یعنی ادایش لازمی و ضروری است برای انسان مسلمان، باید کوشش بکنه که ادا بکنه. و شیوه ادای سجده تلاوت، شما وقت خودتان قرآن تلاوت کردید، با آیت سجده رسیدید، آیت سجده را خواندید، فوراً قرآنتان را به اصطلاح قطع میکنید، اینجا میگذارید، بعد شیوه سجده رو میخواییم که به اصطلاح به شما نشان بدیم که به چی ترتیب به اصطلاح سجده ادا میشه. آیت سجده رو وقت خواندید به ترتیب استاد میشید، چی طبعا وقت قرآن میخوانید وضو دارید، طهارت دارید، طرف قبله به اصطلاح جای پاک استاد میشید و هیچ چیزی دیگری نداره که الحمد و تسبیح و سوره و گپا، فقط نیت سجده را دارید. نیت بازم همون نیت قلبی اعتبار داره، ولی بعضی افراد میبینید چون به خاطر وسواس دارن به زبانشان نیت میکنن، نیت کردم ادا کردم سجده تلاوتی که بر من واجب است، ولی نیتی که در او اتفاق است، هیچ اختلافی نیست و ثواب و اجرش بیشتر است، همون نیت قلبی است. همین که استاد شدید به نیت ادای سجده تلاوت، همین خودش نیت است. به این ترتیب دستانتان رها است، به اصطلاح نیت سجده را میکنید، فورا الله اکبر گفته میروید به سجده، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. پس بلند میشوید از سجده، که بلند شدید دیگه به اصطلاح کدام اتحیات نداره، سلام دادن نداره، هیچ چیزی دیگری نیست. به این ترتیب شما سجده تلاوت را انجام دستایتان رها، مستقیم میرید به سجده، پس دوباره شروع میکنید به اصطلاح و ادامه تلاوتتان. ببینید سجده تلاوت به چند حالت بر انسان واجب میشه یا لازمی میگرده که ادا کنه اوره. یکی خودتان تلاوت میکنید وقت قرآن میخوانید، دوم ای که در فامیلتان یک کسی قرآن بلند تلاوت میکنه و شما میشنوید آیت سجده را، وقت متوجه شدید که آیت سجده هست و او خواند آیت سجده را، بر همه ما اعضای فامیل که شنیدن بر از اونا لازم است که سجده را به جا بیاورن. اما اگر از طریق تلویزیون، رادیو یا به اصطلاح حتی از طریق موبایل، بعضی از علما میگن که اگر بخواند به اصطلاح بر او سجده تلاوت لازم نمیشه، و اگر کسی در جریان تلاوت قرآن این سجده را ادا بکنه خب بهتر است، همون لحظه که خواندی همون لحظه ادایش بکنه. اما اگر کسی فراموش میکنه بعد از اینکه قرآن ختم کرد، اینجا هم یک دیدگاه وجود داره که شما میتونید به اصطلاح کل سجده ها را به جا بیاورید، یعنی یک یک رمو ترتیب به اصطلاح نیت میکنید و ادا میکنید سجده تا 14 سجده به اصطلاح یا همون 15 سجده را ادا بکنید. ان شاء الله که این مشکل سجده تلاوت هم که داشتید حل شده باشه و بتوانید او را به درست صحیح ادا بکنید. اکنون ویدیو مقایسه این دو قاری را با هم تماشا میکنیم، اما در اخیر این ویدیوها را هم نگاه کنید چون در مورد شیخ سعد میباشد.
لینک هایش در دیسکریپشن است. این داورها تعریف این قاری را میکنند و میگویند ما حالا از این یک امتحان میگیریم و هر آیه را که بگوییم اخیر کلمه آن آیه را برای ما میگوید. نعطيك الآية وتقول لي نهايتها واللي بعدها واللي بعدها يلا مثلا وحرمنا عليه المراضع آخرها إيش؟ ناصحون. ممتاز. فرددناه آخرها لا يعلمون. ولما بلغ المحسنين ما شاء ودخل المدينة مبين. احسنت ما شاء الله ما شاء الله. خیلی عالی. حالا داور دیگر سوال میکند. من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم بما تنتهي تحشرون. جيد. واتقوا فتنة العقاب. واذكروا اذا انتم قليل تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول هم تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله رائع. این داور گفت ما شاء الله و داور قبلی یک آیه دیگر را گفت. الله جعل لكم الى حين والله جعل لكم الاخرى تسلمون فان تولوا البلاغ المبين يعرفون الكافرون ويوم نبعث استعتبون. الله اكبر. تصفيق على صلاح الدين. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله. داورها و حاضرین شروع به تشویق کردن نمودند. باز این داور سوال کرد و گفت قبل و بعد این آیه را برایم بگو. ایتنی بالآیه التي تسبق قول الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده ما التي قبلها هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا والتي قبلها له معقبات من بين يديه ومن خلفه والتي قبلها سواء منكم من أصاب القول ومن والتي قبلها عالم الغيب وشهادة الكتاب جيد والتي قبلها الله يعلم ما تحمل ما شاء الله. این داورها میگویند حالا سوال سختتر و سختتر میشود. باید نام سوره شماره آیه و غیره را برایمان بگویی. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا الصفحة الأيسر الجهة اليسرى الجهة اليسرى أحسنت. طيب أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا سورة سورة الأنبياء رقم الجزء الجزء 17 الجهة الجهة اليسرى اليسرى ما شاء الله. الفوق أسفل تحت فين وسط. وسط ممتاز. ها هي الوسط ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. داور میگوید این آیه در اول صفحه است، در اخیر صفحه است یا در وسط؟ حاری صلاح الدین میگوید در وسط. ماشاءالله درست جواب داد. و هو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور سورة الحج ما شاء الله. الجزء الجزء 17 احسنت. الصفحة يمين شمال الصفحة شمال شمال. في اي مكان فوق أسفل تحت وسط أحسنت. ها هي ما شاء الله ما شاء الله عليك. الله أكبر. تصفيق عليه يا سيدي ما شاء الله. باز هم مثل سوال قبلی میپرسند و باز هم درست جواب داد و داورها میگویند آیا به انگلیسی میتوانی بخونی یعنی ترجمه را؟ بله. صلاح الدین جان سوره الرحمن شریف را میخواند. الرحمن the beneficent علم القرآن taught the Quran خلق الإنسان He created man علمه البيان taught him speech الشمس والقمر بحسبان sun the moon run with precision والنجم والشجر يسجدان and stars and trees prostrate والسماء رفعها ووضع الميزان and the heaven he raised it up high and set the balance ألا تطغوا في الميزان do not transgress in the balance. احسنت 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 ما شاء الله. داورها شروع به تعریف و تمجید میکنند و حالا شیخ سعد چی کمالات دارد؟ الحمدلله سعد عزیز حافظ قرآن عظیم الشان کتاب صحیح البخاری، صحیح المسلم، سنن ابو داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و غیره کتابهای دینی را حفظ کرده است. اما در حفظ قرآن چنان که صلاح الدین جان حفظ کرده، سعد چنین حفظ نکرده است که حتی اسم سوره، نمبر آیه و قبل و بعد آیه را برایمان بگوید.
پس در نتیجه در حفظ قرآن کریم صلاح الدین عزیز برنده است و در نگاه احادیث سعد عزیز برنده است. الله متعال هر دوی این حافظان قرآن عظیمشان را حفظ کند و از صمیم قلب میگویم که قاری صاحب شیخ سعد و قاری صاحب صلاح الدین جان، من هر دوی شما را دوست دارم. عزیزانم، این ویدیو چطور بود؟ خوشتان آمد؟ منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم و به خاطر اجر و ثواب این ویدیو را با دوستانتان شریک نموده و برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا درود دیگر، بدرود.